ایمانوئل مکرون و اعتراض کردم و گفتم که من حامی تو بودم پیش از اینکه یک سال پیش از اینکه رئیس جمهور شی. خودت میدونی من گفتم تو رئیس جمهور خوبی خواهی شد، تو خودت گفتی نه فلان اینا هلند هنوز فلان جلو شخصیت مهم جهانی بودیم ها که اینا رو بهش دادم، آدمای جهانی که نقش تعیین کننده داشتن در پیروزیش. گفتم تو رئیس جمهور آینده مملکت هستی اینا. گفتم من همون سیاوش عوستام که همیشه ازت حمایت کردم الان بده اعتراض می‌کنم که چرا این بچه که پناهنده سیاسی بوده، چرا این بچه که زیر پوشش امنیتی بوده، من خودم بودم میدونم زیر پوشش امنیتی که هستی هر جا می‌خوای بری تو رستوران می‌خوای بری قبلش میرن اونا چیز می‌کنن، چطور گذاشتین بره عراق تو مسلخ کشته بشه؟ حالا جلسه بزنین که آقا تو بری اونجا برین معلوم می‌خوان بگذارنش در منش اونجا. در پی اعتراض من هموطنان زیادی ازشون خواهش کردم برید روی سایت elize.fr، تا الان هم میتونید برید مرتب و اعتراض خودتون رو برسونید. صدها نفر رفتن در عرض همین چند روز، خیلی رفتن خیلی. بعد دوشنبه اعلام شد که اولا آقای مکرون دستور داده که این کنفرانس اقتصادی که قرار بود در تهران برگزار بشه با ظریف رو اروپا کنسل کرد، یعنی آلمان هم حتی مداخله کرد، کشور دیگه هم از فرانسه تبعیت کردن و وزیر امور خارجه فرانسه هم اعتراض کرد به خاطر اعدام های زمین. این مسئله اعتراض بایستی همچنان ادامه پیدا کنه. عزیزان من، شما ببینید انگلستان همچنان حاکمه در ایران. چرا؟ چون وقتی میزنن آقای زم رو اینجور اعدام میکنن میکشن، به خاطر اینه که اومده آبروی لاریجانی ها رو برده. آقا 66 تا حساب رو اومد گفت، بعد رئیسی هم اومد تایید کرد وجود حساب های دزدی رو، علشان خمسیش داده بود همه رو با آقای خاملی. از اون طرف یه کسی دیگه میاد جلو سفارت انگلیس میگه لاریجانی ها نوکر انگلیس هن، حکمی که دادن حکم انگلستانه، من پارش میکنم، حکم پاره میکنه، میره تو زندان، اصلا کسی ازش یاد نمیکنه. خبری از رحیم مشایی نیست که از روز اولی که اومد تو قدرت مخالف نظام و سیستم سیاسی رژیم بود، گفت مکتب ایرانی ما داریم، ایران قبل از اسلام هست. دوهل ساز و دوهل زد، رفت همون ترکیه تو ساز و دوهل میزدن نشست، گفت قرآن میخوانیم بخونیم، با دایره زد اومد. کاره ای کرد مشایی، رحیم مشایی یک عنصری بود که آریای ایرانی همه نفوذ میکنن همه جا. من به این دوستمون گفتم جان نفوذیشون هم نفوذیه خط اوستایی آریایی زرتشتی بود، رفته تو زندان بنده خدا، هیچ خبری ازش نیست، کسی اسمش نمیاد. دشمنان این ملت و در رأس همه اونها استعمار پیر انگلیس بر ادامه راه برای استیفای حقوق ملت، آزادی و استقلال، فرزندان ملت قربانی بشن. اینه که اعلام کنید حکمی که به سفارش امپراتوری بریتانیا، حکمی که به دستور وزیر خارجه انگلستان صادر شده باشه، در سرزمین ایران اعتباری ندارد. بقایی تو زندان دستور انگلستان، بقایی تو زندان دستور انگلستان. ما امروز هستیم راه او را ادامه میدیم. منم بارها گفتم به خاطر کار امروز هم حتما از من انتقام خواهند گرفت، من یقین دارم که از من انتقام میگیرن، اما من افتخار میکنم که از من انتقام بگیرن. زندان، اعدام، شلاق، تبعید، همه اینها امروز برای ما افتخار است، افتخار است، افتخار است. بنابراین شجاعانه ایران رو پس میگیریم، میبینیم، میبینیم ایران رو پس میگیریم، میبینیم، میبینیم ایران رو پس میگیریم، میبینیم، میبینیم ایران رو پس میگیریم. امروز بقایی و زندانیان دیگری که به خاطر مسائل سیاسی در زندان هستند تنها زندانیان نیستند. بدانید همچنان که در تاریخ صدها هزار بلکه میلیونها نفر به دستور امپراتوری انگلیس کشته شدند، به زندان رفتند، شکنجه شدند،
امروز هم آزادی خواهان فراوانی در سراسر جهان به دستور ملکه انگلیس در زندان. امروز ما این حکم ناجوان مردانه را به آتش میکشیم تا سلطه انگلستان و دشمنان ایران پر افتخار رو برای همیشه تاریخ به صورت نمادین نفی بکنیم و امید بدهیم به ایران آباد آزاد ارزشمداری که مثل گذشته های تاریخ بر تارک جهان امروز هم بدرخشد. بچه ها الکل داشتید؟ الکل بزید در روش، یه زر الکل بزید روش. مبارزه ادامه داره مهربان یاران و نفوذ در رژیم ادامه داره و بهترین سندش اینه که پیروزی با شماست، سندش اینه که فرزندان نظام هستن احمد رضایی ها، محمد روحانی ها، بچه این رئیس جمهورشون که اونم زرتشت شده بود با هفتیر باباش کشته شد و همین نیما زم و صدها آدم دیگه، همین خانم علی نژاد. خانم علی نژاد هم تو خود رژیم بوده، یعنی کار میکرده اونای خبرنگار، اونای خبرنگار کار میکرده. الان که دیگه هر کس میخواد با اینا مبارزه بکنه که 60 70 80 ساله های قدیم که نمیتونن بکنن، بچه 40 50 ساله میتونن بکنن، 30 ساله 20 ساله، اونم بچه این که تو همین نظام پرورش یافتن. پس کسی که از تو نظام میاد بیرون، ما باید حتی اگر میتونیم یک چیز خیلی کوچولو از نظام بکنیم، به مراتب خدماتی که به انقلاب نوین فردا میکنیم بیشتر خواهد بود تا اینکه بزنیم. ما باید بکنیم افراد از اونها و گله کنیم بذاریم تو سر خودشون، بزرگشون کنیم، بزرگ کنیم. یارو که مرده چند میلیون برشون آدم بیرون، ما رو بزرگ کنیم، اینا خودش آقا غیر کشتن، بذاریم تو سر اونا. این کارا رو بایستی بکنیم. و بعدم یادتون نره مهربان یاران، از اون طرف خود رژیم اومده جاسوساشو، مامورای امنیتیشو، پاسداراشو که سپاه پاسداران تشکیل دادن، بنیانگذاران وزارت اطلاعات بودن، پاسدار بودن، اینا تیر خلاصی زدن کرد و بلوچ و ایرانی و مجاهد خلق و فدای خلق و عمرای ارتش رو اعدام کردن، با تیر خلاصی زدن کشتن. اینا اومدن بغل این مزدوره دیگه نشستن و هر روز این برای صحبت و حرف و بزرگشون میکنن. بعد آدمایی که میان با اینا دارن نبرد میکنن، مبارزه میکنن، شعار رضا شاه رویت شاد رو گسترش داده و میدن، نبرد برای پیروزی، نبرد برای پاسداری از مرزها و میهن ایران، اینا رو میزنن. به هوش باشید، به هوش باشید و تا آدم ها هستن قدرشون رو بدونین، بزرگ بداریدشون، نه اینکه وقتی رفتن کشته شدن. این کاری که ما کردیم همیشه، آدم ها تا زنده بودن ازشون قدردانی کردیم و بزرگ داشت برشون بدونیم.